حضور بلاگرهای اینسا گرامی در صحنه یکی از تئاترهای در حال اجرا با موجی از اعتراض و انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان هنری مواجه شد. بریم سراغ ویدیو. تماشاخانه‌های دولتی بیشترین نمایش‌ها را روی صحنه دارند. اما این کمیت نتوانست تماشاگر تئاتر را راضی نگه دارد. بیشتر سالن‌های نمایش صندلی‌هایشان پر نمی‌شود و همین موضوع باعث شده که برخی کارگردانان برای کشاندن مخاطب به سالن دست به هر ترفندی بزنند. به اعتقاد بسیاری از فعالان هنری، تئاتر دیگر آن کیفیت اجرای گذشته را ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی و گرانی بلیط برای برخی نمایش‌ها، مردم کمترین وقت را می‌گذارند. گروه های تئاتری هم برای آوردن تماشاگر دست به هر کاری میزنند. در همین راستا کارگردانان تئاتر در تلاش هستند که به هر نحوی شده تماشاگر را به سالن بکشانند. از حضور بازیگران قدیمی گرفته تا حضور قهرمان المپیک ورزشی و بلاگرها. شاید بخشی از حضور این افراد از نگاه کارگردان دلیل خاصی دارد. اما به نظر می رسد دلیل عمده حضور این افراد برای پر کردن صندلی های سالن نمایش است. در روزهای اخیر حضور چند بلاگر اینسا گرامی در رویدادی با عنوان صحنه خوانی آدمخوارها که در یکی از سالن های نمایشی تهران برگزار شد اعتراضاتی را به همراه داشت. کاربران با انتشار ویدیوهایی از حضور این بلاگرهای اینسا گرامی در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود از سپردن صحنه مقدس تئاتر به نابازیگران ابراز تأسف کرده و خواستار ورود وزارت ارشاد به این موضوع شدند. هدف از نمایش صحنه خوانی آدمخوارها به عنوان یک رویداد فرهنگی و هنری نشان دادن طراحی و اجرای مجموعه ای از قطعات نمایشی و تئاتری با موضوعات اجتماعی و سیاسی بودن این رویداد به عنوان یک فرصت برای نمایش استعدادها و توانایی‌های بازیگران و هنرمندان معروف و حرفه‌ای در صحنه تئاتر مطرح بود. اما با حضور افراد این استاگرامی، تمرکز این رویداد به روی حضور اشخاص غیر مرتبط با عرصه تئاتر و هنر تبدیل شد که ناراحتی و اعتراض اهالی تئاتر را به همراه داشت. امروز که برخی از شاخهای مجازی در فضای اینستاگرام با هر نوع ظاهر و رفتار ناهنجاری سبک زندگی و فرهنگ مردم را هدف قرار گرفته اند و کسب درآمد می کنند، گویا برای تخریب فرهنگ سیر نشدند و پا را چنان فراتر نهاده اند که بر روی صحنه تئاتر هم راه یافته. از هنر این مملکت یک تئاتر باقی مانده بود که هر از گاهی اجراهای خوبی دیده می شد که گویا ساحت آن هم قرار است مورد حمله و آلودگی قرار گیرد. مقام که زیاد داریم اما مسئول نه. اگر کسی احساس مسئولیت می کرد اجازه نمی داد این افراد با این ظاهر و سابقه آبروی تئاتر کشور را به سخره بگیرند و لگدمال کنند. این اتفاق موجی از نگرانی را بین اهالی تئاتر ایجاد کرد تا جایی که محمد رضا ایمانیان از فعالان تئاتر در کامنتی نوشت: روزگاری تصور میشد صحنه تئاتر به مانند تناب بندبازان باعث می شود بی هنران راهی به ساعت ارزشمند تئاتر نداشته باشند. اما هزاران افسوس که این هیولای پول چه وحشیانه تمام ارزش ها و شرافت تئاتر را برای خود می بلد. روزگاری تئاتر اعتبار و شرف داشت. حال بوی تعفن مشام‌ها را آنقدر پر کرده که دیگر از بازار عطرفروشان نمی‌توان گذر کرد. باید منتظر ماند و دید آیا مقامات به این امر واکنشی خواهند داشت و آیا اجرای این نمایش متوقف می‌شود یا نه. نیما شبان نژاد هم در واکنش به اجرای شاخ‌های مجازی در تئاتر نوشت: آدمخوارها اسم مناسبی است برای کثافت‌کاری اینها. صحنه جای تقدسی است، نه اینها. از کجا رسیدیم به چیا؟ دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. سال و سر حال باشید و خدا نگهدار.